فرانسه از تعویق بستن اشرف استقبال می کند. خبرگزاری فرانسه، پاریس، 22 دسامبر 2011. فرانسه از عقب افتادن بستن کمپ اشرف استقبال می کند. روز پنجشنبه وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد فرانسه از تعویق بستن کمپ اشرف در عراق که حدود 3300 پناهنده ایرانی در آنجا مستقر هستند خوشنود است. برنارد والرو، سخنگوی وزیر خارجه فرانسه، در یک بیانیه رسمی تأکید کرد فرانسه از تعویق ضرب الاجل بستن کمپ اشرف اظهار خوشنودی می کند و به تلاش‌های ملل متحد برای یک راه حل صلح‌آمیز درود می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمپ اشرف در شمال بغداد متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران، عضو اصلی شورای ملی مقاومت ایران است. سازمان مجاهدین در سال 1965 با هدف سرنگونی رژیم شاه تشکیل شد و سپس در سال 1980 در معرض سرکوب رژیم اسلامی قرار گرفت. استقرار چند هزار تن از مجاهدین در عراق به سالهای 1980 تا 1988 برمی‌گردد. در فرانسه، شورای ملی مقاومت ایران در اوورسورواز در نزدیکی پاریس مستقر است. 5500 شهردار فرانسوی و منتخبان مردم فرانسه در شوراهای شهرها، استانها و مناطق به حفاظت از ساکنان اشرف فراخوان می‌دهند. 5 رئیس شورای منطقه، 21 رئیس شورای استان، 69 سناتور شهردار، 187 شهردار نماینده مجلس ملی در شمار امضا کنندگان هستند. تأکید بر لغو محاصره 3 ساله اشرف، پایان دادن به شکنجه روانی با 300 بلندگو، دسترسی آزادانه به وکلا و خدمات پزشکی، ابراز خوشنودی شهرداران فرانسوی از تعویق ضرب الاجل و فراخوان به دولت فرانسه برای اقدام فوری از طریق ملل متحد برای تضمین‌های حفاظت و سلامت. تأکید بر تضمین‌های حداقل اعلام شده از سوی خانم مریم رجوی در صورت جابجایی به کمپ آزادی. اطلاعیه کمیته شهرداران فرانسوی در حمایت از اشرف. 5500 شهردار و منتخب فرانسوی به حفاظت از ساکنان اشرف فراخوان می‌دهند. بیش از 5500 شهردار و منتخبان مردم فرانسه در شوراهای شهرها، استانها و مناطق با امضای بیانیه‌ای از دولت فرانسه خواستند در همکاری با ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا برای تأمین حفاظت ساکنان اشرف و اجرای اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد برای باز تایید استاتوی پناهندگی سیاسی آنها به اقدام فوری دست بزنند. امضا کنندگان در بیانیه خود خواستار لغو محاصره 3 ساله اشرف و پایان دادن به شکنجه روانی ساکنان با 300 بلندگو و دسترسی آزادانه ساکنان اشرف به وکلایشان و به خدمات پزشکی شدند. در میان امضا کنندگان بیانیه شهرداران و منتخبان فرانسوی، 5 رئیس شورای منطقه، 21 رئیس شورای استان، 69 سناتور شهردار و 187 شهردار نماینده مجلس ملی فرانسه دیده می شوند. کمیته شهرداران فرانسوی برای دفاع از اشرف نسبت به اینکه تلاش‌های بین‌المللی و از جمله حمایت منتخبان و شهرداران فرانسوی
منجر به تعویق ضرب العجل 31 دسامبر برای بستن کمپ اشرف شده است، ابراز خوشنودی کرد. با این حال کمیته شهرداران از دولت فرانسه می خواهد در مورد حفاظت ساکنان کمپ اشرف و در جابجایی به کمپ لیبرتی و نهایتاً به کشورهای سالس به اقدامات فوری از طریق سازمان ملل متحد برای تضمین حفاظت دست بزند و دولت عراق را به تضمین‌های ضروری حفاظتی ملزم کند. در صورت جابجایی به کمپ جدید، کمیته شهرداران حمایت خود را از خواست‌های اعلام شده از سوی خانم مریم رجوی به عنوان تضمین‌های حداقل اعلام می‌کند. این خواسته‌ها عبارتند از 1. انتقال امن و سالم همه ساکنان اشرف بدون هیچ استثناء با خودروها و اموال منقولشان به کمپ لیبرتی تحت نظارت بین المللی. 2. مانیتورینگ شبانه روزی سازمان ملل و ایالات متحده تا زمان انتقال آخرین نفر به کشور سالس. 3. آغاز کار کمیساریای عالی پناهندگان. 4. استقرار نیروهای عراقی در بیرون سیاج محل جدید تا به طور خاص نزدیک به 1000 زن مجاهد خلق از آسایش و امنیت کافی برخوردار باشند. 5. لغو محاصره و کلیه تهدیدها و اذیت و آزار و اقدامهای سرکوبگرانه و احکام ساختگی دستگیری بدون استثناء. 6. فروش دارایی‌های غیر منقول ساکنان اشرف تحت نظارت ملل متحد و باز پرداخت آن برای هزینه‌های حفاظت و استقرار و انتقال ساکنان به کشورهای سالس. کمیته شهرداران از کلیه شهرداران و منتخبان فرانسوی امضا کننده بیانیه خواست در زمینه نظارت بر حفاظت ساکنان اشرف طی هفته‌های آینده به خصوص در ایام تعطیلات سال نو هوشیار باشند.